فاقد نقشه، دو میگه با سخت چامه در تماس مستقیمه، سه میگه در برگیرنده نوعی بافت پوششی یک لایه است، چهار میگه در ساختار خود مقدار زیادی مایه مغزی نخاعی دارد. چی میشه بچه ها؟ جزوه رو نداریم مگه؟ خب جزوه رو توی اسکایروم میذارم براتون و حالا جزوه فیزیکی یا کامل رو زمانی که خب کلاس تثبیت شد ایشالله جزوه فیزیکی و کامل رو بهتون میدیم. خب ببینیم چی میگه. میگه به طور معمول، حالا سعی میکنم دیگه از فصل دوم به بعد جزوه کامل رو بهتون بدم. به طور معمول بخشی از مننج که به قشر مخ چسبه، خب معلومه دیگه، آقا گفتیم مننج سه تا لایه دارد، یه لایه خارجی، این لایه خارجی، یه لایه میانی دارد، یه لایه میانی، این لایه میانی، و یه لایه خیلی داخلی داره که از همه نازکتره، لایه داخلیه. ببینید این لایه داخلی، سه تا لایه مننج دارد. میگه که در بخشی که به قشر مخ چسبیده، یعنی لایه داخلی مننج رو اینجا مد نظرشه، این لایه داخلیه رو داره میگه اینجا، در واقع اسم علمیش هم که بود نرم شامه ما میدونیم. میگه در ایجاد سد خونی مغزی فاقد نقشه، بالاخره رگهای مخ، رگهای قشر مخ از نرم شامه میاد دیگه، از رگهای اینجا میاد، پس فاقد نقش اینجا غلطه، یه نقشی بالاخره دار. دو میگه با سخت شامه در تماس مستقیمه، آقا این با سخت شامه این بالاییه در تماس، نه هیچ. سه میگه در برگیرنده نوعی بافت پوششی که لایه است، آقا مگه رگ ندارد؟ مگه نرم شامه یا لایه داخلی نمیگیم رگ داره؟ پس وقتی رگ دارد در برگیرنده نوعی بافت پوششی که لایه هست دیگه، واضحه. چهار در ساختار خود دارای مقدار زیادی مایه مغزی نخاعیه، آقا مایه مغزی نخاعی بین نرم شامه و لایه میانی که بهش میگیم عنکبوتی است، درون نرم شامه که نیستش، در ساختار خود میگه یه همچین داستانی دارد، پس این گزینه گزینه غلطی میشه، جواب ما گزینه سه. بریم دسته بعدی. میگه در انسان تالاموس جای خالی بود، تالاموس بگید ببینم، شما اول بگید، تالاموس و هیپوتالاموس رو مقایسه کرد، بگو ببینم، میگه تالاموس جای خالی، هیپوتالاموس میخوایم ببینیم که چه ویژگی مشترکی دارن، چه ویژگی متفاوتی دارن. دو ببینید، دونه دونه بریم. اولی میگه آقا تالاموس جای خالی، هیپوتالاموس. میگه یک، تالاموس برخلاف هیپوتالاموس جزی از ساقه، اصلا ببین اینا جزی ساقه مغز نیستن، ساقه مغز بود کی؟ بود بصل و نخاع، پل مغزی، مغز میانی، اصلا اینا هیچ کدوم ساقه مغز نیستن، برو هیچ. دو میگه همانندش در انتقال پیام های عصبی نقش داره، آقا هر چی تو مغز ما داریم، هر چی تو مخا داریم در انتقال پیام عصبی نقش دارد، به هر حال در انتقال پیام عصبی، این درسته هیچ. سه میگه برخلافش با شبکه گسترده از نورون ها، آقا شبکه گسترده از نورون ها منظور دستگاه لیمبیک است، میگه این برخلاف این با دستگاه لیمبیک در ارتباط غلطه دیگه، دستگاه لیمبیک مجموعه ای از نورون هاست که تالاموس و هیپوتالاموس رو با هم دیگه به قشر مخ متصل میکند، پس این چی؟ برخلاف غلط. چهار میگه همانندش همه اطلاعات حسی مربوط به نقاط مختلف بدن به تقویت میکنه، اولا تقویت برای تالاموس بود، پس همانند چی؟ چی؟ دو آقا همه اطلاعات حسی رو که تالاموس تقویت نمیکنه بجز بویایی، بجز بویایی، اینم غلط، پس جواب شد گزینه دو. خب بریم دسته بعدی. میگه کدام نادرست است؟ اینو شما بگید، اینو شما بگید. میگه اگه دستگاه لیمبیک آسیب جدی وارد شود چه اتفاقی میفته؟ در این صورت جای خالی،
میگه بخشی از رفتارهای احساسی فرد عوض میشود، واکنش فرد نسبت